Бо салом ба бинандагони бинояд гиромӣ. Шалогул хоҷа ҳастам бо хабарҳои тоза дар ин соат дар хизмати шумо азизон ва итминон дорам ки то охири суҳбат моро ҳамроҳӣ мекунед. Ман чанд хабари тозае дорам ки мехоҳам барои шумо бирасонам ва ёдовар мешавам ки соат ба вақти Прага 10 аст. برای آنهایی که میخواهند نقشه پرواز چارتری را از روسیه به تاجیکستان بدونند، امروز 5 پرواز در نظر گرفته شده است. 3 هواپیما از مسکو به دوشنبه مسافران را انتقال خواهد داد. همچنین یک پروازی از سنت پترزبورگ به کراسنویارسک به پایتخت تاجیکستان عملی میشود. پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه طوری شما هم میدونید از نیمه ماه مارس امسال به این طرف و با هدف پیشگیری از گسترش کرونا ویروس نقد شده است. از آن زمان تا کنون تاجیکستان برای آوردن شهروندانش از روسیه خوب پروازی چارتری به راه مونده است، ولی مهاجران از شیوه نام‌نویس و دریافت بلیت بازگشت شکایت دارند و میگویند بهتر است پروازهای دائمی برقرار شود. مقامات باشند میگویند اگر هواپیماها از تاجیکستان به روسیه خالی بروند، هنگام بازگشت مهاجران را بیارند، آن وقت حق خدمات 40% بیشتر خواهد شد. در رابطه با مرزها نیز هنوز یگان حرفی تازه‌ای نیست. Департаменти давлати Амрико дар сафҳаи Твиттерии Бюрои умури Осиёи Ҷанубӣ ва Миёна навиштааст: «Аз дидани он хушҳолем, ки интихоботи президентии Тоҷикистон дар давраи пандемияи пуразоби ҷаҳони орому осуда ва бо тартиб гузашт, аммо ҳамоно ислоҳоти муҳиме бояд амалӣ карда шавад, ки аз ҷониби Созмони амнияту ҳамкории Аврупо барои кафолати шароити зарурии интихоботи демократӣ тавсия шудааст». Бо эълони пирӯзии Умали Раҳмон дар интихоботи президентии 11 октябр, раҳбарони Русияву Чин ва Беларусию Қазоқистон, Узбекистон, ایران و دولت‌های عرب را تبریک کردند، ولی چون این پیام از طرف رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ نرسیده است. ایتحادیه اروپا با نشر یک بیانیه رسمی درباره انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان گفت حکومت باید تلاشهای چشمگیری به خرج بدهد تا انتخاباتش مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتیو و خالصانه صورت بگیرند. در این انتخابات 5 نامزد شرکت ورزند و اعلان شد که در مقابل نامزدهای نچند و نامدار با امام علی رحمان زیاده از 90% مردم رای دادند. نماینده بانک جهانی در تاجیکستان با حکومت این کشور مشوره داده است که راجع به کم شدن درآمد شرکت‌های موبیلی اندیشه کند. در این باره خبرگزاری آسیا پلوس می‌نویسد. یان پیتر نماینده بانک جهانی گفته است روز گذشته در جلسه شورای مشورتی نزد پرزیدنت تاجیکستان از سال 2000 تا 2015 این بخش رشد با سرعت داشت، اما سال‌های اخیر درآمد شرکت‌های موبیلی و شماره مشتریان کم شده است. نماینده بانک جهانی با تاجیکستان تفسیر داده است بابت سبب‌های چنین تمایل بیاندیشد. فعلا در بازار مخابراتی تاجیکستان 4 شرکت موبیلی تسل، میگافون و ویلون و زد موبایل فعالند و اخیرا خبر داده شد که تا آخر ماه اکتبر یک شرکت نو با نام او موبایل به کار می‌پردازد. این هم در حالی است که طبق حساب‌ها سال گذشته درآمد شرکت‌های موبیلی تقریبا 5 میلیون سومانی کم بوده است. در 24 ساعتی گذشته با 39 مورد نوی گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان ثبت شده است. این نمره وزارت تندرستی اعلام کرد و همین ترتیب از آخرین ماه اپریل تا 14 اکتبر از روی حساب مقامات رسمی 10336 نفر به این بیماری مبتلا شدند، 90% شفا یافتند. طول چند روز اخیر رقم فوت از کرونا ویروس نو در تاجیکستان به تغییر و 79 نفر گفته می شود. بسیاری از کشورهای اروپایی با افزایش مواردهای گرفتاری با کرونا ویروس روبرو شدند و فرانسه روز چهارشنبه محدودیت‌های رفت و آمد در پاریس و 8 شهر دیگر را اعلام کرد. حکومت فرانسه گفته است که این محدودیت به مدت یک ماه ادامه می‌کند. پخش کرونا ویروس در جمهوری چک، ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا هم دیده می‌شود. شماره گرفتاران با کرونا ویروس در اروپا در یک روز به 100,000 نفر رسیده است. بیشترین شماره گرفتاری روز چهارشنبه در فرانسه، بریتانیا، روسیه، اسپانیا و بلژیک ثبت شده است. در روسیه ماه گذشته شماره گرفتاری در یک روز به زیر 5000 کاهش یافته بود، اما اکنون روزانه حدود 14000 نفر به این بیماری مبتلا می شوند. در همین حال مرکز دولتی علمی ویروس شناسی و بیوتکنولوژی وکتری شهر نوسیبیرسک واکسینه دومی روسی ضد کرونا ویروس را به قید گرفت. این واکسینه نیز به مانند اولی پیش از مرحله سوم سنجش کلینیکی به قید گرفته شده است. در این باره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جلسه حکومتی این کشور خبر داد. واکسینه اپیواک کرونا نامگذاری شده است، مرکزی که آن را ساخت برای کارکرد سلول کیمیایی تاسیس یافته بود، ولی حالا تا به روسپوتربنادزور است. کارشناسان
گفتند با قیدگیری و استفاده عمومی واکسینه پیش از مرحله سوم سنجش کلینیکی خطرناک می باشد. به اطلاع خبرگزاری اینترفاکس انتظار می رود در مرحله سوم سنجش اپی و کرونا تا 40,000 بیمار اشتراک کند. بنابر معلومات سامانه کووید 19 جمعاً در جهان 36 واکسینه از آزمایش کلینیکی می گذرند. دیروز یک سکنی نویه فیض‌آباد از بی‌احتیاطی فرزند خود را با ماشینش پخش کرده است. در خبرنامه مقامات انتظامی آمده است سکنی 30 ساله دهاتی جوانان شام دیروز هنگام حرکت در میدانچه بازار خیری به خطری را رعایت نکرده در میدانچه بازار دخترچه یک ساله‌اش را پخش میکند. در نتیجه طفل جراحت وزنی برداشته در جای حادثه به هلاکت میرسد. زمینان مقامات تاجیکستان گفتند در یک سال اخیر هزارها پدر و مادر را برای بی‌مسئولیتی در تعلیم و تربیت فرزند جریمه کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید در 9 ماه اخیر 5436 والدین عهده‌داری خود را در تعلیم و تربیت فرزندان اجرا نکردند و مقامات آنها را به مبلغ 74000 سومان جریمه کردند. این وزارت گفته است بیشتر از 2000 والدین تنبیه گرفتند. قانون مسئولیت پدر و مادر سال 2011 در شرایط افزایش نگرانی ها از شمار زیادی نورسانی دور از مکتب قبول شده بود. هدف اصلی قانونی که خیلی بحث زیاد ایجاد کرد با سیمخانه ها برگردانیدن اطفال دور از تحصیل به ویژه دختران و از تعلیمات دینی غیر قانونی دور کردن نورسان بود. خب بینندگان عزیز، این چند خبری توزه بود که تو این لحظه به دست من رسید و باید بگم که چون همیشه ما شما را در برنامه خبری با گزارش های روز منتظریم و چون شماره زیادی شما درباره بالاروی نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان برای ما می نوشتید، همکاران ما تلاش کردند این موضوع را پیگیری کنند و ما در این باره یک گزارش مفصل خواهیم داشت که این شب روز نرخ و نوای محصولات غذایی مردم چقدر هست. ما رو پیگیری کنید. تشکر میگم که ما رو تماشا میکنید. تا دیداری نوبتی.